میرسیم به بخش بعدی از مباحث مربوط به VPN که میخوایم معرفی بکنیم تایپ های مختلفی از VPN ها رو. همطور که میدونید ما دو تایپ اصلی از VPN رو داریم که به عنوان سایت تو سایت VPN و ریموت اکسس VPN ها معرفی میشن و قراره که یه توضیحات کلی در مورد این موضوعات با هم دیگه داشته باشیم و بعد از اون میریم سراغ سایت تو سایت و سناریوهای پیشرفته ای که با هم دیگه به صورت کاملا عملیاتی کانفیگوریشنش رو با هم دیگه انجام خواهیم داد. خب بریم ببینیم منظور از سایت تو سایت وی پی ان اصلا چیه؟ ما یعنی چی اصلا سایت تو سایت وی پی ان؟ ببینید دوستان، سایت تو سایت وی پی ان یعنی این که شما فرض بکنید که ما یک شرکتی داریم در تهران و یک سری تجهیزاتی رو در تهران قرار دادیم. حالا به فرض مثال در لبه شبکه داریم از فایروال استفاده میکنیم و توی تهران یک سری هم سرور وجود داره که قراره که به شعبات مختلفمون سرویس دهی انجام بشه. حالا یه سری هم کلاینت هم وجود داره تو شبکه. خب ما یک سری دفتر در سطح کشور، سطح شهر، جاهای مختلفی گرفتیم و بیزینس خودمون رو گسترش دادیم. مثلا ما در تبریز، در اصفهان، در شیراز دفاتر مختلفی رو داریم و توی هر کدوم از اینها هم یک سری کاربر نشستن که قراره از سرویس هایی که توی تهران هستش استفاده بکنن. توی لبه شبکه هر کدوم از اینها هم تجهیزات مختلفی مثل فایروال یا روتر قرار داره و عملا ما یک بستری رو داریم این وسط که میتونه مثلا بستر اینترنت باشه، میتونه بستر MPLS باشه که ما اسمش رو میذاریم بستر ون. یک ونی وجود دارد که من از طریق این ون اجازه دسترسی به شعبات خودم رو اینجا دارم. خب ببینید، ما به خاطر اینکه توی تهران قرار سرویس هایی رو به اشتراک قرار بدیم و شعبات ما بتونن این سرویس ها رو دریافت بکنن، نمیان که سرور رو توی اینترنت قرار بدیم و عملا مثل این میمونه که من اگر تهران من یک ساختمون مثلا 5 طبقه هستش، تبریز طبقه شیشم، انگار یه کاب کشیدم انداختن طبقه شیشم، اصفهان طبقه هفتم، شیراز طبقه هشتم، پس بعد همه رو عین خودم ببینم. ولی این وسط از یه بستری داریم استفاده میکنیم، ارتباط رو برقرار میکنیم که بستر ناامنی مثل اینترنت وجود داره و اگر کسی دسترسی به روترها اینترنت داشته باشه شاید بتونه ارتباطات ما رو توش رو ببینیم. ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم از یک تکنولوژی استفاده میکنیم به اسم تکنولوژی IPsec که میاد چیکار میکنه. این تکنولوژی میاد یک ارتباطی رو بین مثلا تهران و تبریز برای ما فراهم میکنه و این بستری که داره برای من ایجاد میکنه رو میاد امنش میکنه با استفاده از تکنولوژی IPsec و الگوریتم های مختلفی که ما جلسه پیش در موردش صحبت کردیم. میاد یک بستر امنی رو ایجاد میکنه که اگر حتی کسی توی اینترنت دسترسی داشته باشه به روتر اینترنت، حتی نمیتونه ارتباطی که بین من تهران و تبریز هست رو بتونه متوجه بشه که چه دیتایی رو من دارم انتقال میدم. پس وقتی که ما داریم صحبت میکنیم سایت تو سایت وی پی ان، یعنی که من از یک سایت، یعنی یک شبکه ای میخوام ارتباطی رو به یک سایت، به یک شبکه دیگه ای داشته باشم. مثلا تهران میخواد به شبکه تبریز وصل بشه، تهران میخواد به شبکه اصفهان وصل بشه. به این میگن سایت تو سایت وی پی ان که ما اگر بخوایم یک بستر امنی رو داشته باشیم به اسم وی پی ان، اگر بخوایم وی پی ان رو به این معنا تعریف کنیم که یک بستر پرایویت میخواد به وجود بیاره برای من و ما این رو به عنوان امن ببینیمش، آی پی سک میاد این بستر رو امنش میکنه. و یه موضوع دیگه را خدمتتون بگم، ما میتونیم از یک در یک تانلی استفاده بکنیم به اسم جی آری. این تانل جی آری هم این ارتباط رو
برای ما فراهم میکند، ولی این ارتباط، این بستر یک بستر ناامنه، یعنی بستر امنی نیست، ارتباطات به صورت کلیر تکس انتقال پیدا میکنه. پس در نتیجه ما تو صفحه در مورد جیاری صحبت میکنیم حتما و کلی هم سناریو داریم، ولی فوکوس اصلیم رو بحث مربوط به IPsec که این بستر رو بتونیم امنش بکنیم. پس این میشه معنی و تعریف سایت تو سایت VPN که قرار دو جای مختلف، دو شبکه مستقل رو که با همدیگه هستن، مثلا انگار یک هلدینگی که میخواد به همدیگه ارتباط داشته باشن، بخوایم فراهم بکنیم و استفاده بکنیم. اما بحث مربوط به VPN بعدی چه میشه ریموت اکسس VPN. منظور از ریموت اکسس VPN ها چیه؟ حالا ببین، شما فرض بکنید یک دفتری وجود داره در تهران، یک دفتری وجود داره در تهران، یک فایروالی رو شما در لبه شبکه دارید و یک سری هم سرویس وجود داره که در اون شبکه تهران قرار هستش که سرویس دهی داشته باشید. یک بستری همین وجود این وسط وجود داره به اسم بستر اینترنت. حواستون باشه من در مورد بستر چی صحبت میکنم؟ اینترنت صحبت میکنم. پس یک بستری هم اینترنت وجود داره، یه سری از آدما هستن که در خونه خودشونن یا در یک شرکت دیگه ای هستن، قراره که بیان وصل بشن به شبکه ما و از منابع ما استفاده بکنن. به این فرآیند میگن چی؟ فرآیند ریموت اکسس وی پی ان. همین دورکاری، الان فرض بکنید شما دورکاری میخواید انجام بدید، شما توی خونهتون هستید، یه کسی تو خونهش رو نشسته و میخواد دورکاری داشته باشه، یا تو ایام عیده میخواد بیاد وصل بشه به شرکت، یاد اون شرکت رو مانیتور بکنه، سی آر ام رو چک بکنه، یا میخواد یه سری چیزها رو دسترسی مدیریتی داشته باشه، نمیان که این سرویس رو تو اینترنت قرار بدن، که میان چیکار میکنن؟ میان ریموت اکسس وی پی ان میدن. یعنی در از این افراد میاد بر اساس تکنولوژی هایی که توی ریموت اکسس وی پی ان استفاده میشه، مثلا آی پی سک، مثل اس اس ال وی پی ان، مثلا ال 2 تی پی، یا مثلا پی پی تی پی که با زد با پی تی پی کاری نداریم، بیشتر آی پی سک و اس اس ال کار داریم، میاد یک بستر امنی رو برای من فراهم میکنه و کاربر خیلی ساده از تو خونهش میاد وصل میشه به شبکه تهران و از شبکه تهران میاد چیکار میکنه؟ میاد سرویس رو میبینه و اطلاعات رو دریافت میکنه. که خب توی اینجا یک سری چالش هایی وجود داره که در ادامه وقتی که برسیم بخوام در مورد ریموت اکسس وی پی ان صحبت کنیم میرسیم بهش، که کاربر داریم از چه نوع تکنولوژی استفاده میکنیم. آیا داریم از تکنولوژی آی پی سک استفاده میکنیم؟ اگر داریم از تکنولوژی آی پی سک استفاده میکنیم، کاربر میاد داخل مجموعه ما و یک آی پی آدرس میگیره و خودش اینجا چالش وجود داره که این کاربری که تو شبکه ما نشسته آیا اینترنت داشته باشد نداشته باشد، و اگه منابع من رو بخواد ببینه چه جوری ببینه. خودش کلی موارد هستش که به موقعش که بخوایم برسیم در موردش صحبت میکنیم. تو قسمت SSL VPN هم به همین ترتیب که ما یه مدی رو داریم که اصلا نیازی نیست کاربر داخل مجموعه ما هم قرار بگیره. چالش های مختلفی تو بحث ریموت اکسس وی پی ان هست، ولی کلا موضوع ریموت اکسس وی پی ان یعنی که یک کسی خارج از سازمان ما، پیمانکار خود شما، میخواد دورکاری انجام بده، از بیرون از تو شبکه اینترنت میخواد وارد شبکه ما بشه و از شبکه ما میخواد استفاده بکنه، از منابع ما میخواد استفاده بکنه. به این ارتباط که این بستری که قراره توسط ما امن بشه و بستر فراهم بشه بهش میگن ریموت اکسس وی پی ان. خب تا اینجای کار تایپ های مختلف وی پی ان هم صحبت کردیم، سایت تو سایت و ریموت اکسس رو هم صحبت کردیم. در ادامه میخوایم بریم سراغ سایت تو سایت وی پی ان و بریم سراغ آی پی سک، در مورد آی پی سک صحبت بکنیم و ببینیم که کلن آی پی سک چجوری کار میکنه و اینکه چجوری میتونه این بستر رو برای ما عرض بکنه. با ما همراه باشید. خدا نگهدار.